و جاهای دیگه یهو سپاه وارد کردن، ارتش وارد کردن توی ایران، تو هر خونه ای. و بعد افرادی که به اینها کار میدن به خاطر درآمد بیشتر، 30-40 تا از اینا رو به کار میگیرن، در زمینهای مختلف کار میکنن که جنس ارزون بدن تو بازار، اینا همه اونا رو لو بدین. همه این تجاری که اینها رو به کار میگیرن که بهانه میدن اینا نگه دارن، ایرانی بیکار میشه. من متاسفم دارم اینا رو میگم، یعنی دقیقا همه این حرفا رو سالها توی پاریس راسیستا میگفتن، یعنی گروه لوپن میگفت و ما باش مخالفت میکردیم، از ورود خارجی دفاع میکردیم. ولی الان میبینیم برای سر ایران ما اومد، ایرانی که خودش نون نداره بخوره، کار نداره، چه نداره این بالا سرش اومده. اینی که عزیزان من باز سخنهای بسیاری ماند، آخرینش میخواستم به علی خامنه بگم. علی خامنه، اگه تو ربات نیستی، اگر تو خودت هستی واقعا، اگر همونی هستی که ببین زن تو رو اومد تظاهرات کرد بهمن ماه 57، قبل چند روز پیش از انقلاب 40 نفر بودن، اینا رو سواک گرفت بردن تو آگاهی حرم امامزا، 7-8 تاشون رو گرفتن، خانم تو و خواهر تو اینا هم تو بودن. بعد خانم شما هم تشریف دارید یادتون هست، من جوان کشتی به اون موقع با کیفم وارد شدم، گفتم اینا چرا گرفتی؟ یارو فکر کرد که من سواکی کسی هستم، از طرف دولت اومدم با تیپ بگیداشتم. گفت اینا تظاهرات میکنن. گفتم نمیشناسی اینا که اینا زنه آخوندان یا آخونده مفخار، این زنه اینا رو گرفتی، اینا فردا الان میرن دو سه زن نفر میریزن اینجا همه رو هم میزن. اولش گفت بگم، گفت راست میگی راست، همه رو ول کردم، من خانم تو آزاد کردم، من خانم تو رو، مادر تو رو، مادرت آقای خامنه ای میبردم سینما، میبردم سینما فیلمایی که دوستاش ببینه. خدیجه خانم شاعر شعر برای من گفت. حالا دارم به تو اینو میگم، همه اینا ناراحتن، حتی همین خواهرت بدری خانم تو عراق که بود براعت جست از شما. حالا میخوام اینو بهت بگم، تو ببین خوب گوش کن، تو مدرسه نواب گفتی که ما باید قدرت سوم جهانی بشیم، فراموش کن. من خندیدم، بچه بودم، خیلی ها خندیدی. الان بگیریم شما قدرت شدی، الان میگیریم اصلا قدرتی تو، با این توضیحاتی که دادم که سرباز به درد نمیخوره، جنگ یه چیز دیگه است، ایران هم نمیتونه با یهود به جنگه، ایران نمیتونه با اسرائیل به جنگه، هیچ کس نمیتونه به جنگه، هیچ کس نمیتونه به جنگه با همینا. تو الان همین صدایی که کردی بوم کردی تو دنیا رو نگه دار، خوب گوش کن، این نگه دار برای حفظ ایران. اگر ربات نیستی واقعا، و اگر هنوز همونی هستی که گل مریم میزدی با آکاردون، حالا یارو هم که اومد کلهر حرف ما رو تایید کرد که تو داریوش گوش میگردی و همیرا و گلپا و اینا رو گوش میگردی اون موقع 40 سال پیش ما گفتیم، حالا این آقای کلهر اومده تایید کرد. خب خوبه، سپاس یزدان پاک را. خب آقا قبل از اینی که اصلا رئیس جمهور بشن، قبل از اینی که ایشون بشن امام جمعه تهران، ایشون به من میگفتن، گفتن خود ایشون گفتن من وقتی که از زندان اومدم بیرون، آقای مهندس بازرگان لطفی که رفتیم دیدن ایشون، آقای مهندس بازرگان که صحبت کرد گفت من برگشتم بهشون گفتم من وقتی زندان رفتم هر کس از در زندان اومد تو گل گندم میخوند. فهمیدم تأثیر گل گندمی که داریوش میخونه به عنوان یه آهنگ مبارزاتی، بوی گندم آره. بوی گندم برای من هرچی که دارم مال تو، درست شد؟ میخونه از منبری که ما میریم بیشتر تأثیر داره. اینا بشو سیدعلی خامنه‌ای که مصباح یزدی میگفت تو ملحدی، تو کافری، اون میگفت کافری علی خامنه‌ای وقتی ایران شهر بودی دعوا می‌کرد. حالا اعلام کن که ما میخوایم صلح کنیم با اسرائیل، بزن رو دست سرور بزرگ ما انور سادات، برای صلح برو با اسرائیل، به جایی که 1001 نفر از طرف تو و سینیوره که یحیی سینیور که وجود نداره، هبت الله آخوندزاده که وجود نداره، اینا آدم ها، اینا ربات ها، این که تشکیلات های تو ساخته و جهان سرمایه داری، به جایی که بشه بگو آقا من با من بیاین مذاکره کنیم، میخوام صلح کنیم،
پیشنهاد صلح بده، پیشنهاد صلح رو سال داده بودی با اسرائیل، پیشنهاد صلح بده. اسرائیل امنیت میخواد، اسرائیل امنیت میخواد، از اینی هم که اینا رو یه گوشه جا بده مشکلی نیست براش، ولی نیروی نظامی مقتدر در مرزهاش نمیخواد. این رو باید بفهمی، همچنین که ما نمیخواییم. علی خامنه ای یک بار دیگه توصیه سیاوش اوستا رو گوش کن، برای اینکه فردا تا از دنیا بری فرزندت که تا الان 20 ساله داره با تو مبارزه میکنه، هر چه تو گفتی نکنم آن کنم، بعضی شاید خود من فکر کنم که بهانه و بازی بوده، ولی نه، همون رقابت هایی که شما خودت با پدرت داشتی، با برادرت داشتی، با خواهرات داشتی، با همین فامیلت داشتی، پسرت و مشتبه با تو داشته توی سالها، برای همینی که دوگانگی در قدرت و به وجود اومد. و حالا بگذاریم، اعلام کن که پایان جنگ. چرا 45 خیلی بزرگی کرد اسرائیل، 45 سال داری شعار میدی مرگ بر اسرائیل، 45 سال. صدام رو جور نابود کرد، قذافی رو جور نابود کرد. احترام ایران دارن اینا، احترام تاریخی ایران رو حفظ کن، احترام شکوه و عظمت کوروش رو حفظ کن در این سرزمین، وگرنه یزدان گواهه، یزدان گواهه از روزی که چشم ببندی از این دنیا هیچ فکر کردی مثل خمینی هیچی نمیمونه. وفادارترین خانوادت همه از نمیمونه. به این توصیه سیاوش اوستا خوب گوش کن آقای علی خامنه ای. وهب وهبیه کشمس. أن يغير أسمائه ما في مشكلة. في نفس الوقت سألته إذا الناس غيروا رجعوا إلى دينهم الأول، لأن من خوف، أنا كنت يهودي بخوف قلت الآن مسلم. وفي إيران في كتب كتبوا هيك، كتبوا آلاف صفحة كتب يهوديين إيران خصوصا من مشهد لكي يقدر أن يعيش في البلد، قالوا نحن مسلم. فلذلك من خوف زرتشتي قال أنا مسلم، لأن إذا ما كنت مسلما كما يعملون الداعش اليوم. فلذلك سألت سيد منتظري أنا، وهو قال كل الذي يعتقد بالدين ودين أهل